سلام خدمت شما بینندگان عزیز سیبب، امیدوارم که حالتون خوب باشه، لباتون خندون باشه، سالم و سلامت باشید. از کرونای دلتا، کرونای پلاس، کرونای وان، کرونای تیری، کرونای ماینس، از همه ژانرهای مختلف کرونا در امان باشید. حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از برنامه سیبب تیوی. دم بچه‌های گوشی آنلاین گرم که باز هم پرقدرت و پر انرژی و خیلی خیلی درجه یک با 20 سال عقبه توی فروش گوشی هستن در خدمت شما عزیزان. امروز برای ما چی فرستادن فکر میکنید؟ گفتم البته اول ویدیو دیگه، آیفون 12، البته این پایینش رو نبینید اینجوری، آیفون 12 مینی. بچه ها خیلی دوست داشتم آیفون 12 مینی رو تست کنم، باز خیلی اتفاقات و چالش ها و حاشیه ها داشت. خیلی ها میگفتن افتضاح، یعنی یهو 12 پرو یه چیز دیگه میشه، 12 و 12 مینی رو خیلی نقد داشتن، خیلی هم که طبق معمول تعریف داشتن ازش. امروز میخوام به زبان شیرین فارسی تجربه 24 ساعته کامل از این گوشی به اضافه نقد و بررسی و حس اولیه‌ای که ازش داشتم رو بهتون بگم. خیلی دمتون گرم. اگر که دوست داشتید این محتوا رو، کانال ما رو سابسکرایب کنید. بریم برای نقد و بررسی آیفون 12. خب بچه ها، آیفون 12 مینی، مینیه مینیه واقعا، خیلی خیلی خوش دست و جذابه. طبق روال بریم سراغ بدنه و طراحی. طراحی که هرچی بگم کم گفتم. کسانی که دوست داشتند 5S رو، 5 و 5S رو 100% این گوشی، یعنی بین انتخاب SE 2020 حتی و 5 و 12 مینی، قطعا برید سمت 12 مینی، چون گوشی به روزتره، طراحیش به روزتره، فوق العاده خوش دسته، حس کاربری جذابی میده و از قاب دیگه استفاده نکنید تو رو خدا. یعنی این گوشی اونقدر اذیت کننده نیست که بگی حتی بیفته و خطرناک باشه، خیلی تو دست قشنگ میشینه، یه انگشتی میتونید با همه وجهاش کار کنید. یه دونه فریم آلومینیومی دورش کار شده، یه نقطه منفیه، یه زبدر بزرگه، به خاطر اینکه یه ذره جلوتر برسیم به باتری و کارایی های چیپست ها بهتون میگم دلیلش رو. پشت و جلو گوریلا گلس 6 است کار شده که فوق العاده دیزاین همیشگی اپل رو داره، کیفیت خوبی داره، جذابه و از طرفی گواهی IP68 داره، یعنی تا عمق 6 متری شما میتونید تقریبا 30 دقیقه زیر آب بمونید. نمونید خواهشن، به اینا توجه نکنید، اما این گواهی رو گرفته. بریم سراغ صفحه نمایش، جایی که صفحه نمایش آیفون های 12 خیلی خیلی جذاب بود. سوپر رتینای XDR، تکنولوژی جدید امولدیه که استفاده کرده کمپانی اپل، اولد البته، HDR 10 رو پشتیبانی میکنه، کیفیت خیلی جذابی داره، یعنی تماشای فیلم سینمایی 4K حتی 1080 بلوری رو باهاش ببینید کنار دانلودای فیلم، مخصوصا کسایی که حالا کار میکنن یا حتی توی نتفلیکس و بقیه VOD ها بخواید ببینید، یه گزینه HDR داره، معمولا یه گزینه 10 بیتی داره، اونا رو دانلود کنید، اونا رو تماشا کنید که لذت بسیار بسیار دوچندانی رو ببرید. دالبی ویژن رو ساپورت میکنه، روشناییش هم 625 تا 1200 نیتس گفته شده، اما شما رو همون 625 حساب کنید. نرخ تازه سازی صفحه، رفرش ریت صفحه روی همون 60 هرتز مونده، 120 هرتز نداریم متاسفانه. یه صفحه نمایش 5.4 اینچی با کیفیت مطلوب که نسبت به حاشیه هایی که داره، نسبت به این حالت گوشه های نوار گوشه دیسپلی خود آیفون، 85% پنل LCD رو صفحه نمایش داره میگیره. عدد مطلوبیه، آزاردهنده نیست، اما کسانی که گوشی های بدون حاشیه دوست دارن این گوشی شاید یه ذره براشون اذیت کننده باشه. محافظتش هم که کلن ضد خش با سرامیک شیلد نامیده شده، از اون طرف گوریلا گلس هم برای ضربه داره محافظت میکنه. برسیم به پلتفرم این گوشی، یا بریم تو دل آیفون 12 مینی.
جایی که iOS 14 داره استفاده میشه با همون رابط کاربری iOSی که خودمون داریم، چیپست A14 بایونیک، یک چیپست فوق‌العاده قدرتمند، فوق‌العاده قوی و فوق‌العاده جذاب روی این گوشی پیاده سازی شده. به جرأت از تمام گوشی‌هایی که امروز روز توی بازار هست یه سر و گردن سرعت بالاتری داره، یه سی پی یو هگزاکور داره و گرافیک این گوشی توسط اپل جی پی یو داره ساپورت میشه که بازی‌ها رو با بالاترین کیفیت، با زیبایی کامل، با روونی کامل به دست و چشم شما عزیزان میده. و اما بریم سراغ رم این گوشی و مموریش که توی سه تا نسخه 64, 128, 256 گیگی ارائه میشه و به طور کامل 4 گیگ رم داره. کلن اپل خیلی عادت نداره آپشن در اختیار کاستومرش بذاره، میگه همینی که هست. 4 گیگ رم داره با تکنولوژی NVMe که سرعت فوق العاده خوبی رو به ما ارائه میده، چه برای نصب، چه برای آن اینستال و چه توی بازی ها و انتقال فایل ها. بچه پشت گوشی از دو تا سنسور دوربین بهره میبره که خیلی از گوشی های این قیمتی و این نسلی و این رده‌ای 3-4 لنزه شدن، سنسوره شدن، اما این گوشی دو سنسور داره، 12 پرو به بالا رو 3 سنسوره کرده و خیلی براش مهم نبوده. سلفی، دوربین سلفی هم سنسورش 12 مگاپیکسله، این دو عزیز پشت هم سنسورشون 12 مگاپیکسله، کل خانواده آیفون 12 12 مگاپیکسل روی سنسوراشون کار شده. یه دونه لنز واید f2.2 و یه دونه هم لنز دپث اصطلاحشه یا بر هم عمق میدانه که تکنولوژی SL3D داره که خیلی 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 جذاب میتونه پورتری های خوبی رو براتون به ارمغان بیاره. بایومتریک سنسوری که توی لنز دوم به کار رفته شده برای همین داستان فوکوس کشی و عمق میدانه و متاسفانه سنسور لایدار توی این گوشی نیست، یعنی به همون سنسور بایومتریک بسنده کرده، سنسور لایدار رو نذاشته. همه این کارا به خاطر اینه که خب گوشی یک مقدار منطقی تر و اقتصادی تر بشه، قیمتش بیاد پایین. توی فیلم برداری کیفیت 4K 60C و 24 فریم رو داریم، توی حالت 1080 هم 30 و 60 و 120 فریم رو داریم. باتری گوشی مدل لی‌آیون 2227 میلی آمپر ساعتیه که توی روزمره برای کارهای روزمرتون نسبتاً معقول و خوبه، اما اگر خیلی بازی کنید و خیلی مولتی مدیا کار کنید باتری کم میشه. اگر مثلا 10-11 صبح استفاده از گوشی رو شروع کنید تا 6 بعد از ظهر با بازی خیلی زیاد، با تماشای ویدیو و فیلم و مالتی مدیا کلن باتری گوشی خدافظ و باید شارژ کنید. توی بحث شارژ هم با یه آداپتور فست شارژ خود کمپانی رو باید جدا تهیه کنید، تو باکسش نیست، یه دونه آداپتور فست شارژ 20 واتیه که 50% رو توی 30 دقیقه بهتون ارائه میده، سرعت شارژ خوبی داره. اما برسیم به اون فریم دوری که ازش ایراد گرفتم. این گوشی کوچیک شده، 12 مینی، و این کوچیک شدن انگار فضا برای خنک کردن و تهویه و کارایی چیپست ها نمیده. وقتی توی شارژ از گوشی استفاده میکنید خیلی گوشی داغ میکنه، وقتی از LTE به مدت زمان زیادی کار میکشید خیلی گوشی داغ میکنه. این داغ کردن یعنی فریم دورش داغه ها، یعنی قشنگ نه اینکه حالا دستتون بسوزه ولی داغ میکنه، و این اونقدر جالب نبود. یک زبدر گنده خدمت اپل و توی این قسمت حتی شاید به جایی برسه که خرید این گوشی توصیه نشه. امنیت گوشی هم که توسط فیس آیدی داره ارائه میشه که همواره فیس آیدی های کمپانی اپل هم امن بوده و هم سرعت خیلی بالایی داشته. توی طراحی بچه ها سمت راست گوشی یه دونه دکمه پاور رو داریم، بالا هیچ خبری از هیچ دکمه خاصی نیست، سمت چپ گوشی دکمه کم و زیاد کردن صدا، جک سیم کارت و دکمه‌ای که برای سایلنت کردنه، و پایین گوشی خیلی خیلی کوچیک‌تر از قبل میکروفون و اسپیکر رو داریم و یه دونه هم پورت لایتنینگ. و اما توی جمع‌بندی آیفون 12 مینی میتونم بهتون بگم کسانی که یه گوشی جمع و جور رو کوچیک میخوان میتونن این گوشی رو انتخاب کنن. پیشنهاد من آیفون 12ه
یعنی اگر بین 12 و 12 مینی فکر میکنید این گوشی بهتره، اصلا نیاید سمتش، برید سمت 12. اما اگر بین 12 مینی و SE 2020 میخواید انتخاب کنید، به نظر من بیاید سمت 12 مینی، 100% انتخابتون این گوشی باشه. دمتون گرم که بچه‌ها توی این برنامه با من همراه بودید. آیفون 12 مینی رو بررسی کردیم، تمام نکات، تمام اتفاقاتی که توی این گوشی به کار رفته رو به سمع نظرتون رسوندم. ممنونیم از بچه‌های گوشی آنلاین که همیشه پرقدرت برای فروش گوشی در خدمت شما هستن، مخصوصا توی این ایام کرونایی، مخصوصا توی روزهای تعطیل. میتونید به سایتشون سر بزنید، گوشی‌ها رو نگاه کنید و هر گوشی که مد نظرتون هست رو خریداری کنید. دمتون گرم و تا برنامه بعدی فعلا خدا نگهدار. یه دقیقه فقط وایسید، اگر که دوست داشتید این برنامه و محتوا رو، تمام اتفاقاتی که براش یه تیم دارن زحمت میکشن، خیلی خوشحال میشیم که چنل ما رو سابسکرایب کنید. ممنون از نگاه نازنینتون، لبتون خندون و فعلا خدا نگهدار.